به نظر من واضحه همونطوری که عرض کردم تنها راه نجات ایران تنها راه ایجاد کار برای جوانهای بیکار تنها راه ایجاد امید برای این میلیونها ایرانی که به اعتیاط دچار شدند به فقر دچار شدند به افسردگی دچار شدند اینها مسائل عظیمی هستن اگر هر نظام دیگری بود و این مسائل رو برای جامعه به وجود آورده بود این تعداد معتاد به وجود آورده بود این تعداد مهاجر به وجود آورده بود این همه گز... هر... حرکت سرمایه از خارج از ایران به وجود آورده بود هر نظام دیگری بود قاعدتا در مقابل این شکست ها سر تعظیم فرود می آورد و راه رو باز می کرد برای کسانی که شاید برای مسائل مملکت راه حلی دارند اون کفایت استراتژیک میطلبه اون ایران دوستی استراتژیک میطلبه اون راه حل دوم میطلبه که آدم منافع شخصی و گروهی خودش رو وا بگذاره و به ایران و به جوانها و به آینده بیاندیشه که خب اون متاسفانه نیست در حکام ولی زبلی های تاکتیکی هر روز میبینیم که نشانه ازش پیدا میشه حالا آقای دکتر میرانی شما در همین مقاله اشاره کردید که باید هم منتظر بحران سیاسی بود و هم بحران مهمتر از اون بحران اقتصادی آیا اصولا با کمبود اختیاراتی که یک رئیس جمهور در ایران داره و یا سمت بعضی وقتا مثل وضعیتی که آقای خاتمی براش پیش اومد بدون اختیارات میشد آیا این وجود آقای احمدی نژاد خودش انتخابش میتونه سبب بحران بشه یا اینکه بنیادهایی که او را آوردن بالا این بحران را ایجاد خواهند کرد بدون شک همونطوری که فرمودید آقای احمدی نژاد فقط بخشی از یک بافت قدرت که در دو مرحله متفاوت یعنی در فوریه امسال و در جوان امسال قدرت را قبضه کرد یعنی در فوریه اون بلا رو بر سر مجلس آوردند و در این مقطع مقام رئیس جمهوری رو قبضه کردند و حالا می‌بینیم که تمام نهادها تمام قدرت‌های سگانه مملکتی قبضه قدرت آقای خامنه‌ای و همکارانشونه ولی با این حال وجود یک رئیس جمهور نوعی نشانه روانی سیاسی به جامعه در داخل و به جامعه بین المللی میفرسته نشون میده که این جامعه سمت و سویی که در آینده انتخاب خواهد کرد قاعدتا چه خواهد بود و نشانه‌هایی که وجود کسی مثل آقای احمدی نشاد با گذشته سیاسی خودشون با سابقه سیاسی خودشون به جهان اعلام کرد به اصطلاح سیاست های مطلوبی نبود به همین خاطر احتمال اینکه به این بحران دامن بزنه وجود داره ولی در این حال این امکان هم هست که حالا که قدرت رو قبضه کردند حالا که نگرانی حتی قدرت محدود مخالف رئیس جمهور رو ندارند حالا که مجلس در دستشون قوه قضاییه در دستشون ارتش در دستشون همه قدرت قبضه شده و مطلق در کفشون هست شاید در مقابل واقعیتها حالا بخوان سر تعظیم فرود بیارن و بخوان بپذیرن که حتی اگر آمار خودشون رو هم در نظر بگیرید اقلیتی در جامعه هستند اگر این واقعیت رو بالاخره بپذیرند و بعضی از صحبتهایی که آقای احمدی نژاد کرده من گوش میکردم می‌خوندم حاکی از این هست که شاید متوجه این شدن که نمیتونند حتی با شرایط قبض کردن قدرت بدون توجه به بقیه مردم حکومت بکنن اگر اون عقبگرد رو بکنن اگر سر تعظیم در مقابل واقعیت های جامعه فرود بیارن خب بحران ممکنه ازش جلوگیری بشه و احتراز بشه ولی اگر همین سیاست ها بخواد ادامه پیدا بکنه همین صحبت های غیر مسئولانه بخواد ادامه پیدا بکنه در حال بازار بورس پدیده است که در آمریکا به یک کلام رئیس بانک مرکزی آمریکا این ور میشه به یک آمار دو, ده دو دهم درصد در یک شاخص این بر بر میشه پدیده بسیار حساسی است و اینکه همینجوری جوری هر کسی از رو دلش حرفی میخواد در مورد این بازار بزنه یا در مورد بانک ها بزنه یا در مورد بخش خصوصی بزنه خب اینها به نظر من بحران رو قطعی میکنند و همونطوری که فرمودید گمان من این هست که مسئله اصلی جامعه ایران الان مسئله اقتصاد حتی دلار 60 با نفت بشکه 60 دلار هم که خب شگفت نتونسته این جامعه رو از این حالت بحرانی که به مهمترین شاخصش بیکاری است نجات بده بانک بین المللی همین دیروز میخوندم در یکی از روزنامه هایی که در داخل خود ایران چاپ شده ایران رو از بابت حاکمیت قانون در مقام 159 در جهان یا 169 در جهان قرار داده این رقمش الان یادم نیست ولی بین 159 تا 169 یعنی از مثلا حدود 200 کشوری که در جهان هست و یه 20 تاش در بلبشوی کامل به سر میبره ایران از لحاظ حاکمیت قانون 159 هست. خب واضحه که این نمیتونه به حل بحران اقتصادی جامعه ایران کمک بکنه واضحه که نمیتونه برای جوانهای ایران کار ایجاد بکنه به همین خاطر است که میبینیم هر روز موج تازه ای از سرمایه های مملکت چه سرمایه های مالیش چه سرمایه های معنویش از ایران خارج میشن دانشگاه استنفورد پر است از بهترین دانشجویان فارغ و تحصیل دانشگاه شریف و اکثریت قریب به اتفاقشون به ایران بر نخواهند گشت خیلی دیگر در دانشگاه شریف میدونم من از این دانشجوامون میپرسم اگر فرصتی پیدا بشه براشون از ایران خارج میشن خب این واقعا فاجعه است من وقتی که فارغ تحصیل شدم 1975 اصلا مسئله موندن در خارج برای فارغ تحصیلان ایرانی درسته. محلی از اعتماد کاملا درسته واقعا تازه خیلی از کسانی که سالها در غرب مونده بودند اینجا ریشه دوانده بودند کارهای بسیار موفق دانشگاهی داشتن اونها داشتن برمیگشتن حالا الان در شهر هیوستون میگن یک شهر تکساس تعداد پزشکای ایرانی بیشتر از پزشکایی است که در تهران هست خب واقعا این فاجعه است مسئولیت این به عهده کیست و بیقانونی و واقعیتی که ایران در 159 کشور مقیاس بانک المللی یه دلیل عمده همین خروج سرمایه معنوی است و در کنارش هم که عرض کردم سرمایه مالی بله آقای دکتر میرانی در تایید فرمایش شما واقعا ایرانی هایی که می آمدن برای تحصیل و در اینجا بودن من شاید وفادارترین قوم بودن نسبت به سرزمین و زادگاه خودشون به همین دلیل در حتی تا سال 1978 یعنی همون سالی که دیگه بعد این انقلاب را افتاد حتی یک دونه فروشگاه ایرانی در تمام این منطقه واشنگتنی که بنده بودم منطقه واشنگتن و مریلند و ویرجینیا وجود نداشت این تمام این تشکیلات و اینهایی که می‌بینید همه بعد از انقلاب بوده یعنی همه خودشون رو موقتا در این مملکت می‌دونستند که آمدن چیزی یاد بگیرن برگردن حالا ملازمی فرمایید دیگه